با خبرهایی از میهنمان اخبار را ادامه می‌دهیم. گزارش های جدیدی در مورد شمار زیاد کشته شدگان کشتی غرق شده پناهندگان در آبهای اندونزی منتشر شده است. یک روزنامه چاپ استرالیا به نقل از یک پناهنده ایرانی نجات یافته گزارش کرد که از یک گروه 61 نفری ایرانی تنها یک تن زنده مانده است. دیلی تلگراف چاپ استرالیا نوشت سهیل خود را تنها ایرانی بازمانده از یک گروه 61 نفری ایرانی سوار بر این کشتی معرفی کرده است. جمعی از کارگران اخراجی شرکت تولیدی پونل پاکدش در اعتراض به اخراج از کار و پرداخت نشدن 12 ماه حقوق عقب افتاده در مقابل فرمانداری رژیم در پاکدش تجمع کردند. 5 هموطن بر اثر سیاست‌های چپاولگرانه و ویرانگر رژیم آخوندی به دلیل گرمازدگی و کمبود سرم و دارو در فولاد شهر اصفهان جان خود را از دست دادند. بنا به گزارش‌ها طی 2 روز اول مرداد ماه جاری 5 نفر از اهالی فولاد شهر اصفهان به علت گرمازدگی و نبود امکانات کافی درمان جان خود را از دست دادند. در گرمای شدید هوا، قطع مستمر برق امکان استفاده از کولرهای آبی را به شهروندان نمی‌دهد. یک کادر درمانی بیمارستان فولاد شهر اصفهان گفت وقتی این افراد به بیمارستان رسیدند اکثر تخت‌های اورژانس پر بود و امکانات ما هم برای درمان محدود است. به افزود طی این 2 روز 5 نفر بر اثر گرمازدگی فوت کردند. در شهری که آب و برق و سرم و داروهای دیگر جیره‌بندی است نباید انتظار معجزه داشت. به دنبال گسترش تحریم‌ها علیه رژیم آخوندی شرکت رنو فرانسه از توقف ارسال قطعات پیش ساخته برای این رژیم خبر داد. به گزارش وال استریت جورنال تحریم خودروسازی رژیم ایران از سوی آمریکا از اول ماه جاری میلادی به اجرا گذاشته شده است. و به دنبال آن دومینیک تورمن رئیس بخش مالی رنو گفت تحریم‌های جدید آمریکا باعث می‌شود که رنو نتواند پولی از رژیم ایران دریافت کند. وی افزود رنو در حال حاضر هیچ گونه فعالیت صنعتی، پرسنل و سرمایه غیرمنقولی در ایران ندارد. ارسال محموله‌های حاوی بسته‌های پیش ساخته خودرو نیز در حال متوقف شدن است. میلیون ها تن از مردم مصر در پاسخ به فراخوان ژنرال عبدالفتاح سیسی جهت حمایت از ارتش این کشور و دادن مجوز به وزیر دفاع برای برخورد با خشونت و تروریسم در میدان تحریر قاهره دست به تظاهرات زدند. این تظاهرات با تنش و درگیری همراه بود. به گزارش رسانه‌های عربی در برخورد میان طرفین تا کنون 30 تن زخمی و 2 تن نیز در اسکندریه کشته شدند. ارتش مصر تنها تا عصر روز شنبه به اخوان المسلمین فرصت داده است تا به مخالفت‌های خود با دولت موقت و ارتش پایان دهند. دعوت وزیر دفاع مصر برای برگزاری تظاهرات از حمایت گروه‌های سیاسی شامل جنبش تمرد که نقش مهمی در سازماندهی قیام اخیر ایفا کرده بود برخوردار شد. انتظار می‌رود این تظاهرات پس از افطار نیز ادامه پیدا کند. خبرگزاری فرانسه از قاهره گزارش داد دادستانی کل مصر دستور ادامه بازداشت محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده این کشور را برای بازجویی به جرم همکاری با گروه حماس صادر کرد. بنابراین گزارش دادستانی کل مصر گفته است درباره اینکه آیا مرسی با حماس در حمله به پاسگاه‌های پلیس و زندان‌ها در اوائل سال 2011 همکاری کرده است یا خیر بازجویی خواهد شد. دولت آمریکا می‌گوید رویدادهای اخیر مصر را که منجر به کنار گذاشتن محمد مرسی از مقام ریاست جمهوری شد کودتا نمی‌داند. این موضوع را ویلیام برنز معاون وزیر خارجه آمریکا در جلسه غیرعلنی مجلس نمایندگان اعلام کرد. اگر آمریکا این تحولات را کودتا بنامد دیگر قادر نخواهد بود
به کمک 1.5 میلیارد دلاری خود به مصر ادامه دهد.